finding a home, winning a mate, and eventually raising young of their own. The guard releases pheromones to alert the rest of the colony. Hello again, everybody. How are you doing today? I hope you're all doing better than ever. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالت خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از آموزش زبان با مستند. امروز هم قراره بریم سراغ مستند حیوانات و کلمات و لغات خیلی باحالی رو با هم یاد بگیریم. یه سری حیوانات گوگلی مگولی با مازم ببینیم. بدون معطلی سراغ ویدیو، فقط لطفاً میتونید اگه کانال ما سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب قبل از اینکه بریم ویدیو اول ببینیم، یه پریویو داشته باشیم از لغاتی که امروز می‌خوایم یاد بگیریم. لغت میت به عنوان اسم، یوث، فاندیشن، اینویدر، سپات به عنوان فعل، فرمن، کلمه خیلی کاربردی هم نیست حالا اشاره می‌کنیم، استریم به عنوان فعل و نست. 8 لغت داریم. بریم ویدیو اولو ببینیم بعد ببینیم با هم بررسی کنیم. خب بچه‌ها ویدیو اولو دیدیم، حالا بریم ببینیم که چه جملاتی گفته شد. Now they will face a new set of challenges. میگه که حالا اونها قراره که با یه دسته جدیدی از new set of challenges، دسته جدیدی از چالش‌ها روبرو بشن. Face به معنای روبرو شدن، اینجا face فعله، به معنای صورت نیست، به معنای رو در رو شدنه. Finding a home. چالنجر چی هن؟ چالش ها. Finding a home, winning a mate. پیدا کردن یک خونه، بردن یک mate. Winning a mate. Mate به چه معنیه؟ بریم بررسی کنیم. Mate در حیوانات و در جانوران به معنای an animal's sexual partner. پارتنر سکشوال یک حیوانو بهش میگن mate. خب اونم میگه winning a mate. Finding their home, winning the mate. Finding a home, winning a mate. یه خونه پیدا کنن و بتونن یک جنس مخالف پیدا کنن. در واقع همون بتونن عیال خودشون رو پیدا کنن. ولی تو خواب جانوران ممکنه اینا هی عوض بشن دیگه. مثل ما نیستن که زن بگیرن بدبخ بشن. An animal's sexual partner. خب بهش میگن mate. ولی ما mate رو یه جور دیگه هم استفاده میکنیم برای انسانها. برای انسانها میشه friend. زیاد چینید. Hello mate. سلام رفیق. We have been mates since our school days. ناکن. ما با هم رفیق بودیم، با هم رفیقیم از دوره روزهای مدرسه‌مون. از روزهای مدرسه‌مون تا الان با هم رفیق بودیم. خب با هستیم. Mate تو انسان‌ها به معنی friend، دوست. He's my mate. خب یه ذره صدا دی میده. نمیگن mate. Hey mate. میگن maid تقریبا. Hey mate. I usually go out with some of my mates from the office on Saturdays. میگه که من معمولا میرم بیرون با یه سری از رفیقام از اداره شنبه ها. خب پس میت به معنای رفیقه اگه برای انسان استفاده بشه. هی میت زیاد چندید توی ویدیوها فیلم ها، ولی توی جانورا به معنای اون پارتنر سکشوالشونه. پس میگه finding a home, winning a mate, winning a mate and eventually raising young of and eventually raising young of their own و در نهایت بزرگ کردن یا پرورش دادن جوانها توسط خودشون، یعنی بچه‌های خودشون رو منظورشون این که بزرگ کنن. And eventually و در نهایت raising raise به معنای هم بالا آوردن میتونه باشه. Raise your hand دستو بیار بالا. Raising a kid بزرگ کردن یک بچه. خب My grandmother raised me، یعنی مثلا مادر بزرگ من منو بزرگ کرد. And eventually raising young of their own و در نهایت یه سری بچه رو خودشون در واقع داریم که در نهایت بچه دار بشن دیگه، بچه های خودشون رو تربیت کنن و بزرگ کنن. But the lessons of youth are the foundations of their future. یه کلمه، یه جمله خیلی قشنگ و زیبا میگه ولی درس هایی که در دوران جوانی آموختن. But the lessons of youth. Youth به چه معنیه؟ بریم بررسی کنیم. Youth یک اسم بچه ها. The period of your life when you are young or the state of being young. میگه اون دوره از زندگیتون که شما جوانید یا همون دوره یا جوان بودن رو بهش میگن youth. دوره جوانی رو بهش میگن youth. ما یه دونه youth داریم یه دونه young داریم. فرق این دوتا چه؟ young هم یعنی جوان. ببین youth به دوران جوانی میگن، young خودش میشه جوان. مثلا میخوای بگی یک پسر جوان، میگی a young boy، نمیگی a youth boy. خب
A young boy. میخوای بگی اون خیلی جوونه. She is so young. از young استفاده میکنی. ولی میخوای راجع به دوره youth، یعنی دوره جوانی حرف بزنی، میگی youth. مثلا مثال داشته باشیم. I was a fairly good football player in my youth. میگه من واقعا به اندازه کافی یه بازیکن یا فوتبال پلیر خیلی خوب بودم در دوره جوانی. خب in my youth. میتونی اینجوری بگی. I was a fairly good football player when I was young. When I was young، وقتی جوان بودم فوتبال پلیر خوبی بودم. اینجوری هم میتونی بگی in my youth، یعنی در دوران جوانی. حتی میتونی به معنی جوانها هم باشه. Gangs of youth were throwing stones and bottles at the police. میگه که یه گنگی، یه عده، یه گلهی از جوانها، یه جمعیتی از جوانها داشتن پرت میکردن سنگ و شیشه سمت پلیس. youth. خب پس دوره جوانی میشه. یا مثلا میتونی بگی some youth، یه سری جوان. خب نمیگی some youngs، دیگه youngs اونور جمع نمی کنی. تفاوتاشون رو فکر کنن دیگه الان کامل فهمیدید. پس youth به معنی دوره جوانی. میگه که but the lessons of youth are the foundations of the future. میگه که ولی درسایی که در دوره جوانی میگیرن پایه و اساس آیندهشون رو میسازه. foundation به معنی پایه و اساس و بیسیک یه چیزه. بریم بررسی هم کنیم. foundation یک اسمه. an organization that has been created in order to provide money for a particular group of people in need of help or for a particular type of study. فاندیشن هم میتونه پایه و اساس باشه، هم میتونه به معنی مؤسسه هم باشه. ببین اینجا به معنی مؤسسه است. میگه یک مؤسسه ای که ساخته شده برای اینکه پول یا مانی فراهم کنه برای یک گروه به خصوصی از مردم، برای وقتی که نیاز دارن به یک کمک خاصی در رابطه با مثلا تحصیلاتی یا چیزی. مثلا The Environmental Research Foundation، مثلا مؤسسه تحقیقاتی محیط زیستی. خب فاندیشن هم میتونه به معنی محیط باشه، به معنی مؤسسه باشه، مؤسسه تحقیقاتی محیط زیستی، یا میتونه به عنوان پایه و اساس یا اون سورس اولیه باشه. مثلا اینجا نگاه کن. The foundations will have to be reinforced to prevent the house from sinking further into the ground. میگه اون پایه و اساس، اون ساختارها، اون استراکچر اصلی ساختمون نیاز داره که دوباره بازسازی بشه. reinforce دوباره قدرت دادن، یعنی که دوباره بازسازی شدن، جلا دادن، تقویت شدن. نیاز دارن که دوباره تقویت بشن برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه خونه بیشتر از این تو زمین فرو نره. The foundation پس میشه پایه و اساس یه چیزی. پس این جمله به طور کلی میشه، میگه ولی درس هایی که در دوره جوانی میگیرند پایه و اساس آیندهشون هست. But the lessons of youth are the foundations of their future. Their future. Invaders. خب رفقا ویدیوی اول رو دیدیم، کلمات باحالی داشتیم، خدایی به کار بردی و خیلی قشنگ. بریم ویدیو دوم رو ببینیم، بیایم لغات ویدیو دوم با هم بررسی کنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. Invaders are quickly spotted. The guard releases pheromones to alert the rest of the colony. They stream out of the nest to defend their home. خب رفقا ویدیو دوم رو دیدیم، حالا ببینیم که چه جملاتی گفته شد. Invaders are quickly spotted. Invaders are quickly spotted. Invaders are quickly spotted. Invader به چه معنیه؟ بریم بررسی کنیم. Invader یک اسمه. An army or country that uses force to enter and take control of another country. میگه یک آرمی، یک ارتشی یا یک کشوری که از نیروش استفاده میکنه یا نیروی اجبار استفاده میکنه برای اینکه وارد بشه و کنترل یه بخشی یا کنترل یه کشور دیگه رو به دست بگیره. invaders میشه غارتگرها، کسایی که یورش میکنن. خب یورشین، غارتگرها، کسایی که حمله میکنن. دشمن نمیشه، دشمن میشه enemy. invader کسی که میخواد بیاد غارت کنه و کنترل یه جایی رو بگیره. حالا داره اینجا در راجع به زندگی مورچه‌ها داشت حرف میزد. میگه که invaders are quickly spotted. توسط یه گارد نگهبانی که دارن، میگه که متجاوزین یا غارتگران خیلی سریع spotted. spot به چه معنیه؟ invaders are quickly spotted. بریم spot رو بررسی کنیم. spot به عنوان فعل، to see or notice someone or something, usually because you are looking hard. ما وقتی که شما یه چیزی ببینی یا متوجه یه چیزی یا شخصی بشی، مخصوصا وقتی که داری خیلی با دقت نگاه می‌کنی، خیلی داری سفت و سخت نگاه می‌کنی تا بفهمی. مثلا
پلیس شنیدید زیاد میگه، میگه suspect spotted، the murder spotted، یا مثلا you've been spotted، یعنی که شما شناسایی شدی، یا مثلا مظنون شناسایی شد، به معنای شناسایی شدنه. I've just spotted Mark. He's over there near the entrance. میگه همین الان من متوجه مارک شدم، یا مارک رو شناسایی کردم، اون اونجاست نزدیک ورودی. خب the police spotted him driving a stolen car. میگه پلیس متوجه اون شد، اونو دید، spotted him یعنی که اونو دید، اونو شناسایی کرد وقتی که داشت یک ماشین دزدیده شده رو میروند. خب پس spot به معنای یه جورایی شناسایی شدن، دستگیر شدن توسط چشم، وقتی شما یه چیزی رو میبینی. You are spotted. Enemy spotted. تو بازی زیاد چنین دشمن ملاحظه شد، دشمن شناسایی شد. Enemy spotted. پس اینجا میگه invaders are quickly spotted. میگه که متجاوزین یا غارتگران خیلی سریع شناسایی میشن توسط یه مورچه. The guard releases pheromones to alert the rest. The guard releases. میگه که نگهبان، یه دونه مورچه نگهبان دارن. The guard releases pheromones to alert the rest of the colony. میگه گارد از خودش فرومن پخش میکنه. فرومن یه هورمونه، حالا ما معنیشو میگیم، که هشدار بده به بقیه کلونی. خب فرومن به چه معنیه؟ فرومن یک اسمه، خیلی شاید کاربردی نباشه ولی بدونیم. A chemical substance released by an animal that influences the behavior of another animal of the same type, for example by attracting it sexually. این حیوانا خیلی از ما بدترن ها، یعنی گرمی میخورن صبح تا شب، داغ داغ، هر کلمه ایم تو حیوان از میه سکشوری توش هست. A chemical substance میگه که یک ماده شیمیایی که پخش میشه توسط یک حیوان که تأثیر میذاره روی رفتار حیوانهای دیگه از همون تایپ، یعنی مثلا مورچه رو مورچه ها، مثلا فلان حیوان روی فلان دیگه، یه چیزی از خودشون ترشح میکنن که حیوانهای دیگه روشون تأثیر میذاره از نوع خودش، مثلا برای جذب کردن جنسی. حالا اینجا برای جنسی نیست، این برای خطره که غارتگر داره میاد. The guard releases pheromones برای اینکه هشدار بده با پخش کردن این ماده شیمیایی که شاید به چش دیده نشه، شاید بویی هم نداشته باشه. Alert the rest of the colony. به بقیه کلونی هشدار میده. They stream out of the nest to defend their home. They stream out of the nest to defend their home. بریم اول استریم رو بررسی کنیم. استریم به چه معنیه به عنوان فعل؟ To flow somewhere or produce liquid quickly and large amounts without stopping. میگه جریان داشتن، یه جای جریان داشتن یا تولید کردن مایع خیلی سریع و در اندازه های زیاد بدون توقف. وقتی یه چیزی خیلی سریع جاری میشه یا یه خیلی سریع یه جا پخش میشه، خب بهش میگن استریمینگ. استریم مخصوصا از یه جا وقتی بیرون میزنه میگن استریمینگ اوت. خب the water was streaming out of مثلا یه جایی، آب داشت از یه جایی میپاشید، پرت میشد بیرون، جاری میشد بیرون. خب مثلا ها کن there were tears streaming down his face. میگه اشک ها بود که همینجور جاری میشد و از صورتش میریخت پایین. معمولا بعد استریم یه چیزی میارن مثل داونی، اوتی، اینا رو هم زیاد استفاده میکنن، چون اشک میاد پایین میگن استریمینگ داون. There were tears streaming down his face. عشق هایی بود که جاری میشد از صورتش. I've got a terrible cold and my nose has been streaming all week. میگه من یه سرماخوردگی خیلی بد داشتم یا بد دارم، هنوزم دارم و بینیم همینجور داره شرشور میریزه، یعنی آب بینیش داره میریزه، تمام هفته آبریزش بینی داشته. خب حالا اینجا نست هم اول بررسی کنیم. نست که خیلی راحته، یک اسم. structure built by birds or insects. نست که خیلی راحته، یک اسمه. A structure built by birds or insects to leave their eggs in to develop and by some other animals to give birth or live in. میگه یه ساختاری که ساخته میشه توسط پرنده ها یا حشرات برای اینکه تخم مرغاشون رو بذارن اونجا و توسعه بدن، همون لونه میشه دیگه. حالا دیگه اینقدر من توضیح ندم، یا حیوانای دیگه که بتونن اونجا بچه‌شون رو به دنیا بیارن. A bird's nest، لونه یک پرنده. نست میشه لونه. پس حالا اینجا چی میگه؟ میگه they stream out of the nest to defend their home. اونا خیلی سریع از لونه شون میان بیرون، اونجوری جاری میشن. منظورش همین، دیدی چجوری میریزن مثل مور و ملخ میگه داره میاد. They stream out of the nest to defend their home. یعنی جاری میشن از لونه شون بیرون تا اینکه از خونه شون دفاع کنن. defend به معنی دفاع کردنه.
خب رفقا ویدیو دوم هم دیدیم، لغاتی که داشتیم رو یه مرور بکنیم. میت به معنای دوست یا پارتنر سکشوال کیوان، یوت دوران جوانی، فاوندیشن پایه و اساس، اینویدر متجاوزگر، غارتگر کسی که میاد غارت کنه هم غارتگر میشه، اسپات شناسایی کردن دیده شدن، فرمون همون هورمونی که گفتیم، استریم یعنی جاری شدن سریع و نصف میشه به معنای لانه. امیدوارم لذت برده باشید. فقط لطفا یادتون نره که اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و به ما انرژی بدید لطفا. و مراقب خودتون و کسی که دوستشون دارید باشید. تا ویدیوی بعدی، تیک کیر. They stream out of the nest to defend their home.